اونا میگن آقا سه مرحله برای عقل اخلاقی در نظر بگیری: مرحله پیشا قراردادی، مرحله قراردادی و مرحله پسا قراردادی. تو مرحله پیشا قراردادی آدما بیشتر به نتایج، بچه‌ها تو اون مرحله قرار دارن. تو بازم دو تا مرحله است، مرحله اول و دوم پیشا قراردادی که فقط نتایج کارو میبینن. بچه میبینه که اگر این کارو بکنه مثلا شیر میخوره، به شیر میدن، اگر نکنه مثلا ممکنه که مثلا چه میدونم در اتاق روش ببندن زندانیش کنن. یا مثلا بچه میدونه که سر سفره نشسته، اگر چارزانو بشینه باباش ناراحت نمیشه، اگر مثلا چه میدونم یه جور دیگه بشینه تو سری میخوره. پس رفت نگاه میکنه به اینکه باباش هست یا باباش نیست. خب این مرحله اوله، فقط به نتایج نگاه میکنیم که اگه پول اونجاست، اگه منو دیدن اون پول رو برداشتم که گرفتار شدم، ولی اگه ندیدن میتونم برش دارم. بچه‌ها تو مرحله بعد تو مرحله دوم که قراردادی است، آدم‌ها به یه قرارداد اجتماعی میرسن و اکثر بزرگسالا تو این مرحله وجود دارن، تو مرحله چهارم و پنجم که میشه در حقیقت دوم قراردادی، که نگاه میکنن بین دیگران چی کار میکنن. میگن آقا ما توی جامعه ایم، با همه قرارداد اجتماعی داریم، یه قانون طلایی هم هست که آنچه بر خویش نپسندی بر دیگری نپسند. خب پس بیشتر نظامی ها اینجوری فکر میکنن، آدمایی که توی دولت هستن، تو ارتش هم، میگن آقا نگاه کن ببین همه قانون هست یا نیست، اگه قانونه به قانون احترام بذار، چون اگه تو قانونو بشکنی اون یکی هم قانونو میشکنه. خب خیلی وقتا اینطوری آدم ها رفتار میکنن که آقا احترام بذار، برای اینکه اگه من قانون رو خراب بکنم جامعه به آشوب کشیده میشه. یه مرحله بعد از اون هست که مرحله پسا قراردادی که بعضیا بهش میرسن و کولبرگ پیاژه معتقدن که ما برای اینکه به اون مرحله برسیم، برای اینکه این مراحل رو رد کنیم، احتیاج به آموزش داریم. یعنی باید یاد بگیریم، باید تو محیطی باشیم که به ما یاد بدن عقل اخلاقی چیست. میگه وقتی به اون مرحله برسیم یک عقل انتزاعی درست میکنیم از اینکه درست و غلط چیه، نیک و بد چیه، و لزوما سراغ قانون نمیریم. آدمایی که تو اون مرحله هستن این رو فهمیدن که legality is not equal to morality، یعنی قانون مساوی با اخلاق نیست، و ما لزوما اگه قوانین رو فقط رعایت بکنیم به این معنی نیست که اخلاقی هستیم. اگه قانون به من گفت ارث من انقدره، منم میگم خب قانون به من اینو گفته، منم رعایت میکنم، در حالی که ممکنه کاملا غیر اخلاقی باشه در حق برادر و خواهرام مثلا. خب یه عقل انتزاعی اخلاقی ما میسازیم تو اون مرحله که بعضیا فقط میسازن که well being آدما رو در نظر میگیرن.